بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود خدمت شما بیننده های تلویزیون آریانا نیوز خدا کنه جور صحتمند باشین بخش صدای شما سو بازم شفیق ماری در خدمت شما حضور دارم امیدوار هستم تا آخرین لحظات برنامه با ما همراه باشین بیننده عزیز امروز سه شنبه است و موضوع برنامه ما موضوعات حقوقی است اگر شما از آن مشکل دارین میتونین با شماره تماس برنامه ما 0711-4090 تماس بگیرین و مشکلاتتان به طور زنده با ما شریک بسازین امروز مختص روی موضوع حریم خصوصی صحبت میکنیم و خوشبختانه جناب بابک صاحب کارشناس مسائل حقوقی با ما در برنامه حضور دارن بابک صاحب سلام صبح شما بخیر بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما و خدمت بیننده های شما انشاءالله که برنامه مفید داشته باشیم و در خدمت شما سلامت باشین بابک صاحب حریم خصوصی چی است مسئولیت داره نداره در ارتباط به این موضوع اگر معلومات بدین عمر صاحب حریم خصوصی امان فضا و یا امان محوطه ای است که انسان در آن احساس آرامش میکند و یا بخاطر آرامش روحی ذهنی خود یک فضا را مختص میسازد که فقط دورنمو فضا راحت باشه که ما امروز میخواهیم اگر چی ما در برنامه های گذشته روی حریم خصوصی صحبت کردیم فقط میخواهیم امروز حمایت قانون و یا مسئولیت حریم خصوصی را کمک به بحث بگیریم بعدا بریم روی تماسا خوشبختانه حریم خصوصی نه ای که در قوانین مثلا در قوانین حافظه کشور حمایت شده بله. خوشبختانه که در قرآن کریم هم حمایت شده بله. که پروردگار در سوره 27 الی 28 سوره نور می فرماید که کسانی که شما ایمان آورده اید به مساکن و یا خانه ها و یا مسکن های اشخاص افراد بدون اجازه آنها و یا بدون اجازه ساکن داخل نشوید بله. دیگه این یکی از حمایت قوی ترین حمایت است حریم خصوصی انسان ها در مجموع ده. اما حریم خصوصی در تمام قوانین کشورها به بس گرفته شده بخصوص در قانون اساسی سال 1382 در ماده 38 که متذکر شده بودند میگفتند که مسکن شخص از تعرض معصوم است مسکن شخص از تعرض معصوم است هیچ کس به شمول دولت نمیتواند به مسکن شخص تعرض بکند و یا داخل مسکن شخص شود بدون اجازه وی مگر یک حالت دیگر که قانون پیش بینی کرده بود که در جرایم مشهود و یا در جرایمی که مثلا در مظهر هام صورت میگیره در او حالت ها مثلا مجرم زمانی که مرتکب جرم میشه و بعدا فرار میکنه به مسکن خود پناه میبره و اگر در تعقیب پلیس و یا ارگان های امنیتی بالفعل دفتن آنان باشه باز میشه که او رو به خاطر دستگیریش داخل شود که بعدا او هم که داخل شود بعدا باید اجازه محکمه را از محکمه اخذ بکنه در مجموع حریم خصوصی علم و فضای که است که مثلا انسان ها در او احساس آرامش میکند حریم خصوصی یک سایه یک بحث گسترده ای است از نگاه حقوق خوشبختانه در قانون اساسی در قوانین وضعی حمایت از این صورت گرفته است که همیشه وقت انسان ها باید به حریم خصوصی دیگران تجاوز نبکند به خصوص بحث ما امروز مختص به مساکن است مثلا مخابرات هم حریم خصوصی است مراسلات هم حریم خصوصی است یعنی هیچ کس نمیتونه که قصدن و یا سوهن داخل مکالمات مخابراتی از او یا مراسلات از او شبکه چی است و چیز نیست اما حریم خصوصی یک فضای بسیار گسترده ای داره که در مجموع میشه بگوییم که حریم خصوصی نمی است که مثلا یک نفر پرسان میکنه تنهای چند است وزنت بسیار زیاد نشده مثلا چند تا اولاد داری او تمامش دختر است او تمامش بچه است از این مسائل گپا از این قبیل گپا این خودش حریم خصوصی گفته میشه دیگه میشه که روی تماس ها بریم اگر تماس داشته باشیم اگر نیم بس ادامه بدیم قبل از اینکه تماس بگیریم جناب بابک صاحب برای خصوصی را گفتین بسیاری از هموطنان ما شکایت بری دارن گرچه این موضوعات با جناب واقف صاحب بارها ما صحبت کردیم در ارتباط با گشتن تلفن‌های شخصی مردم از طرف نیروهای امنیتی باز اونا یک عذر را پیش کردن که اگر ما معلومات را داشته باشیم در ارتباط به اینکه کدام جرم صورت میگیره یا مشکل وجود داره در اون صورت ما تلفن های مردم هم میتونیم چک بکنیم از لحاظ حریم خصوصی چقدر شما نظرتانی است که میتونن نیروهای امنیتی در تلفن های مردم پرسپال بکنه و ببینه که چی هست چی نیست یکی از موضوعاتی که مثلا قبلا فکر کنم بسیار یک موضوع داغ بود که اکثرا نیروهای امنیتی تلفن های شهروندان را میگرفتن چک میکردن و داخل از اون میشدن بعض دلایل برای خود ایجاد میکردن که مثلا به این دلیل ما شما را میخوایم دستگیر بکنم که خوشبختانه بعدا اعلان شد از طریق امارات اسلامی کی کار نباید صورت بگیره اما خطرناکترین حریم خصوصی تلفن انسان است کتاب انسان کتابچه انسان تمام نوشته ها تمام
گفتارهای کومه خاصی یعنی خدا باز بکن در یک روی یک ورق او علی خصوصی از بدون اجازه از او اطلاع میتونه به کتابچه از داخل شود تلفن خوب بسیار یک بحث کلان است که امروز در تمام مسائل فامیلی مثلا عکس ها مثلا بعض موضوعات تا تلفن بعض دوستا می باشند که اصلا خلاف قانون است و خلاف شریعت است این کار هیچ کس به شمول دولت نمیتونه کرده اگر حکومت یا پارلمان مثلا که فعلا منحل است اگر حکومت در حالت اضطراری میشه که مثلا بعض قوانین خود حکومت وضع بکنه بعدا تمام شهروندان فرهنگ سازی شه بعد از اون میشه که مثلا تلفن بینی محدوده تلفن با اینی صورت است مثلا با اینی مثلا استفاده تلفن این محدودیت ها که محدودیت ها خودش یکی از حقوق شهروندی است که اینا باید سوء از طرف هر کس به شمول نیروهای امنیتی پلیس مثلا امنیت و استخبارات این کار اصلا شرعی نیست این کار اصلا قانونی نیست گفتم مخابرات مراسلات تمام شریم خصوصی انسان هاست حتی حریم خصوصی را بعضی از جرم شناسا و روان شناسا تعریف میکنه میگه حریم خصوصی اگر ما دست خود را به این شکل باز بکنیم اونمون محوطه ای که ما خود ما تقریبا هر قدر که میشه اونمون حریم خصوصی ماست یعنی پس اصلا کس نمیتونه که از نزدیک امرای آدم حتی بسیار دقیق شوه اما بعض وقت بدبختانه در موتر هستیم تلفن یک تلفن میاد یا مثلا بعض صفحات اجتماعی را به خاطر ضرورت چک میکنیم یک نفر در پلی مشته وقت روی تلفن ما خود خیره میکنه خیره میشه که تلفن چی است چی میبینه این خودش حریم خصوصی است که این باید به مشکل درست استفاده شوه و حمایت قانونی داره فعلا حمایت قانونی داره که این کار فعلا صورت نمیگیره تلفن ها چک نمیشه تلفن ها را نباید چک هم بکنن میریم به طرف تماس ها استاد انشاءالله در جریان تماس ها با صحبت های خود ادامه میتیم ببینیم کدام بنده ما روی خط تلفن هستند بله بفرمایید تلفنشان قطع شد میریم به طرف تماس بعدی ببینیم کدام بنده ما روی خط تلفن هستند بله بفرمایید بله بفرمایید متاسفانه تماسشان قطع شد میریم به طرف تماس دیگه بله بفرمایید و علیکم سلام بفرمایید برادر کی هستین از کجا تماس گرفتین بخیر از ولایت بغلان شهر پلخمری به تماس شدیم این هفته ما چون چهارم و پنجم است که ما برای شما به تماس شدیم درباره در موضوع پاسپورت بله ولایت بغلان نزدیک 5 نیم ماه 6 ماه 5 ماه 5 نیم ماه میشه که هیچ سایت ولایت بغلان باز نشده و دیگه نیروان توزیع پاسپورت بسیار به کندی مواجه است برادر ما هفته گذشتم که شما تماس گرفته بودید ما با ریاست پاسپورت شریک ساختیم اونا گفتن که رش یک کمک زیاد است تقاضای مردم بسیار زیاد است به او اساس یک کمک تال میخوره دیگه ما دقیق نمیفهم که مشکل اساسی چی است برادر این خود ما تقریبا 8-9 ماه میشه ثبت نام که میتونه بله. خبر میشه گفتن که 8-9 ماه اینقدر وقت میگیره کسایی که تماس گرفته بود از اونا هم 8-9 ماه میشد گفتن که یک ماه دو ماه دیگر هم در بر میگیره برادر و حتما این موضوع را یک بار دیگه با جناب پتمن صاحب شریک میسازیم و یک مسئله را که ما به شما بگوییم شما اگر هر هفته هم تماس بگیرین دلتان جمع باشه ما انشاءالله موضوع را شریک میسازیم ولی بنابر مشکلاتی که در ریاست پاسپورت وجود داره متاسفانه ما جناب پتمن صاحب نتونستیم در برنامه با خود داشته باشیم ولی تلاش میکنیم که در این هفته به خیر جناب پتمن صاحب در برنامه با خود دعوت بکنیم به خیر باشین تشکر از تماس به خیر سلامت باشین موفق باشین سلامت تشکر باشین. از برنامه به خیر باشین بنده عزیز زمانی که شما تماس بگیرین به این فکر نباشین که ما کار شما را تعقیب نمیکنیم تا جایی که امکانات وجود داشته باشه ما حتما موضوع شما را تعقیب میکنیم و با مسئولین شریک میسازیم در ارتباط با پاسپورت ها هم بار با جناب پتمن صاحب صحبت صورت گرفته اونا هم گفتن که متقاضیان بسیار زیاد است در تمام افغانستان تقاضای گرفتن پاسپورت وجود داره به این در این صورت یک کمک گرفتن یا اخذ پاسپورت یکم وقت میگیره میریم به طرف تماس بعدی ببینیم کدام بنده ما روی خط تلفن هستن بله بفرمایید بله سلام علیکم علیکم سلام مهربانی برادر کی هستین از کجا تماس گرفتین شبکه ارهناس بله بله مهربانی برادر چو کله کوم زدار کنی ما زیارت تماس میگیریم از تور غندی همی چادر یا گور مصرف هستی بلاس دنیا 1000 بود دانه دنیا 3000 میفروش ما مرده ما هم بیرون خواست کنیم شو داخل خونه نمیتونی خوب باشیم همی صدا ما تا مقامات برسونیم که چرا میکل گیرونی میکنیم برادر چی یک بار مصرف همین چادره هستن چادره که خود خود هستن چادره کلان همین دونه 1800 بود الان با 3000 دکنده را میفروشن همین ظلم از ما مدام غریب هستیم بخیر باشین تشکر از تماستان سلام و رقی تغییر گرد برسنیم ممنون بخیر باشین سلامت باشین
بابک صاحب ما دقیق نفهمیم چی یک بار مصرف اینا فکر کنم که در رابطه با نمو خیمه هایی که مثلا قیمتش قبلا 500 افغانی بود حالا 2500 الی 4000 شده. بله این دوستا یک آفتی که در هرات رخ داده بود به واسط در رابطه ان شاء الله بدون شب کم صحبت میکنیم. در ارتباط حکومت امارات اسلامی مکتوب دادن به خاطر تمام موضوعاتی که مربوط به می چادر و مسائل میشه. به هر حال میم سر مسئله چادر، خب هموطنان ما خب میفهمن همگی که یک فاجعه که در شهر هرات با وقوع پیوست واقعا غم انگیز بود و تمام هموطنان ما باید کوشش بکنن تا کمک و همکاری صورت بگیره، نه به جایزی که نرخ ها را ببرن بالا. اگر کمک بکنن بسیار گپ نیک است. میریم به طرف تماس بعدی ببینیم که کدام بنده مروری خط تلفن هستند. بله بفرمایید. صدای تلویزیون تا پخش کنین برادر. بله. صدای تلویزیون تا پخش کنین برادر، ما صدای تان نمی‌شنویم. میریم به طرف تماس بعدی ببینیم کدام بنده مروری خط تلفن هستند. بله بفرمایید. السلام علیکم برادر، خوب هستین؟ و علیکم سلام برادر، کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ سلامت باشی، از کابل صحبت میکنم، جمال هستم. جمال جان بفرمایید. مشکل ما برادر دمی باره پاسپورت بوده که از یک سال بیشتر میشه، 13 ماه و 14 ماه میشه که ما ثبت نام کردیم آنلاین، دیگه هیچ نه ما را کسی تاریخ داده و نه کسی نوبت داده، منتظر هستیم اینه یک و نیم سالش پورا میشه دمی روزا. بله دیگه ما نمیفهمیم پیش کی بریم، از کی شکایت کنیم، به کی همی شکایت خود ببین. درست است برادر، انشالله تلاش میکنیم دمی هفته مشکلتان رو به ریاست پاسپورت شریک بسازیم، خدا کنه که مشکلات همه هموطنان ما حل شد. سلامت باشید. بخیر باشین برادر عزیز. بریم به طرف تماس بعدی ببینیم کدام بنده مریخ تلفن هستن. بله بفرمایید. بله السلام علیکم، شکر دارین. و علیکم سلام، بفرمایید برادر، کی هستین؟ از شما تماس گرفتم. بخیر باشید. نمیگم صاحب، ما چندین بار دمی یه تلفن کردم و خاطر از همین متقاعدین مسکین بیچاره که در بدر هستن، نمیفهمم شما چیز معلومات دارین به این قسمت یا معلومات نگیرین؟ بله و خب بیخی والا دیگه دیگه از کالا فروخته خلاص شدیم دیگه، این کالام خلاص شد. اگر دمی قسمت اگر شما ان شاء الله. ما گرچه برادر عزیز بارها تماس گرفتیم با مسئولین که مربوط به متقاعدین میشه، ولی یک معلومات دقیقه در دست نداریم که ما با شما شریک بسازیم. موضوع تقاعد به حد زیاد شده که جناب بابک صاحبم بارها روی مسئله صحبت کرده. ان شاء الله بازم تلاش های خدا میکنیم. تشکر. بخیر باشین. تشکر از تماس. بابک صاحب، موضوع تقاعدها یکم که والا یک چالش هست، یک بحران است. اگر چی ما تقریبا روی از این موضوع به مراتب صحبت کردیم، بحث کردیم، اما متاسفانه امارات هم میگن که ما روی از این طرح کار کرده رسیم. دو سال شد تقریبا متقاعدان منتظر تنخواهشان است. ماله. و تقریبا تا جایی که ما تحقیق کردیم اونا گفتن که تقاعد پرداخته میشه، اما معلوم نیست که چه وقت پرداخته میشه. ان شاء الله که برتان پرداخته شود، چرا که متقاعدین فقط اون امیدشان و متقاعدشان است که باید برشان داده شود. حق مسلم شماست. ما بار در برنامه های گذشته هم گفتیم که حق مسلم شماست، باید پرداخته شود. اگر پرداخته نمیشه، یک نفر مسئول بیاید در مجموع از طریق رسانه اعلان بکنه که ما تقاعد نمیپردازیم به دین دلایل. بله. اما تقاعد باید برشان پرداخته شود. حال... چون که وضع مالی فعلا خوب است. وضع حکومتی خوب است. نگاه مالی خوب است. مثلا به بحران هم نیست که مثلا ما اصلا بودجه نداشته باشیم. بودجه باید هست، باید برشان توضیح شود. گرچه ما روز شنبه جناب عاکف صاحب داشتیم در برنامه، از وزارت امر بالمعروف اونا گفتن که تا بسیار جای کارشان پیش رفته. فکر میکنم حتی منظوری هم آمده. خوب گپ است، خوب گپ است. اکثرا دوستان منتظر تقاعد هستن، باید برشان پرداخته شود و حق خودشان است و حق مسلمشان است. بله، به خاطر که شرایط بسیار سخت شده. بسیار زیاد، بسیار زیاد. به هر حال میریم به طرف تماس بعدی ببینیم کدام بنده ما روی خط تلفن هستن. بله بفرمایید. بله میریم تماس دیگه میگیریم. بله بفرمایید. بله تماس شما وصل است، بفرمایید صحبت کنین.
بله. بیننده عزیز، زمانی که تماس میگیرین لطفاً صحبت بکنین و موضوع دیگه ای که صدای تلویزیون تان پخش بکنین تا ما درست بتانیم صدای شما را بشنویم. بله بفرمایید. علیکم. و علیکم سلام، مهربانی رو رتو که لکم زیدی اری کنیونه. محمد شاه ما خوش ولتنه. محمد شاه مهربانی و کورور. بجنه اسم موضوع من چله؟ امنګه حقوقی موضوع ده، تاسو څه مشکل لري ورور؟ حقوقی موضوع دی؟ نه. به طرف تماس بعدی برادر ما نمیفهمید که موضوع برنامه ما چی است. بله. بله بفرمایید. بفرمایید برادر. ما مشکل تاییدی تذکره داشتیم، 12 روز میشه تاییدی تذکری خورده داده بودیم. سوال تاییدی تذکری ما نیومده. چند روز میشه؟ 12 روز میشه تاییدی تذکره دادیم، حالا نیومده. دلیلش گفتن چرا نامده شما پرسان کردین؟ صدایتان قطع وصل میشه برادر، یک موقعیت خوب اختیار بکنین. بله. میریم تماس بعدی را میگیریم، ببینیم کدام نماره خط تلفن هستن. بله. سلام علیکم. علیکم سلام، مهربانی برادر، کی هستین؟ از کجا تماس میگیرید؟ خیلی دارم، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ بخیر باشین، سلامت باشین، بفرمایید برادر. مشکل ما هم تذکره است برادر. بفرمایید چه مشکل دارین در تذکره؟ تذکره ثبت نام کردیم، دو ماه میشه تذکره ما نامده. دو ماه میشه تذکره نامده؟ بله. رفتی دوباره مراجعه کردی، پرسان کردی به خاطر چی تال خورده؟ بله مراجعه کردیم. آه چی گفتن برتون برادر؟ گفت سالای بند است، هر وقتی سالای باشد باز بیاد. خب تشکر برادر از تماستان، انشاءالله تلاش میکنیم با مسئولین به تماس شویم و مشکل شما را مرشان مطرح بسازیم. بسیار زیاد تشکر. جناب بابک صاحب، تماس ها خلاف موضوع ما میایه، به هر حال شما خسته نشین. نه خوش میکنم. این موضوعاتی که در تذکره روز یک برادر ما زنگ زده بود که مدیر روز همراه احمدزای صاحب این مسئله را شریک ساختم، باز اونا گفتن که ممکن است موضوعات و مشکلات شخصی بوده. اونا داشتن که در ولایت کنر تذکره با ما نمیتن، میگن برین تا ریشتان نرسیده ما با شما تذکره نمیتیم. و امروز هم دو تماس گرفتیم، گفتن که حال دادن، شاید مشکلات تکنیکی باشه، او را ما چیز گفته نمیتونیم. درست درست. ولی به هر حال میایم باز روی مسئله حریم خصوصی. جناب بابک صاحب، بعضی گرچه شما پیشتر هم یادآور شدین، بعضی اشخاص هستن بدون اجازه از وسایل شخصی مردم استفاده میکنن، یا دوست باشه، رفیق باشه، هر چی باشه، در این مورد چی نظر دارین شما؟ اکثرا در افغانستان برای خصوصی در اکثرا موارد توسط خود اشخاص افراد شخص اول سلب میشه. اما چون که عدم آگاهی است، چون که حریم خصوصی هم محدودیت‌هاش واضح نشده برای اشخاص افراد. من براتون قبلا گفتم که در بعض وقت ما تلفن بسیار ضرورت است، باز میکنیم در منتظر هستیم، پروفایل ما روی تلفن ما ماکس میکنم، متوجه میشه که تلفن از چی است. خب اگر اون را پوت بکنی خب نوشته میشه پیام، اگر روی از ما بس بکنی که برادر چیه پس خیرتی است، متاسفانه کراهت نمیشه. تا در اکثر موارد در بعض محفل ها ناگهان بعضش از خارج افراد سوال مطرح میکنن که کاملا به حریم خصوصی انسان ها برمیگرده، به حریم خصوصی دوستا و رفقا. دیگه حریم خصوصی در مجموع اصهای گسترده اداره که باید راحت شه و رعایتش واجب است. دیگه باز هم حریم خصوصی هر آن چیزی که انسان احساس، هر سوالی که یا هر موضوعی که برای انسان مداخله از او برای انسان احساس ناراحتی رو خمیده، حریم خصوصی است. مثلا گلاس هم خودش حریم خصوصی است، نباید از گلاس کسی دیگه استفاده کنه، چون که مربوط به ماست. این با موضوعات هست. بخیر باشین جناب بابک صاحب. میریم یک تماس دیگه میگیریم ببینیم کدام وقت داریم همکار عزیز. بله بینده عزیز، وقت برنامه ما پوره است و ناگزیر ما با شما خداحافظی بکنیم. جناب بابک صاحب بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه. خواهش میکنم. انشاءالله که مسئله یک ما همیشه زمانی که با همکارا موضوع را
واضح میسازیم که موضوع برنامه ما فرض میکنیم حریم خصوصی بوده امروز، باز متاسفانه بعض مشکلات های دیگر در تلفن داشتیم. خود صدای شما مشکل نیست، امیدوار هستم شما خسته نشده باشید. در رابطه با موضوع بگیریم خوب است. بله، بسیار زیاد تشکر از حضورتان. بخیر باشید. در خدمت شما. اینده عزیز بخش صدای شما در اینجا به پایان میرسه تا برنامه بعدی که من شفیق عمری در خدمت شما حاضر میشم. شما را به خداوند بزرگ و بی‌نیاز میسپارم. ادامه برنامه را با همکاران ما بعد از یک وقفه فراموش نکنین. خدا نگهدارتان.